فروختن یا نفروختن سهام عدالت؟ این سوال 60 دقیقه امشب است. آزادسازی این سهام چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ آیا دردی از مردم دوام می کند و آیا کمکی به دولت است؟ این سوال من از مهمانان برنامه است. همچنین در برنامه امشب به دبستان تهران و کاراکاس زیر سایه تحریم‌های واشنگتن. اولین کشتی حامل سوخت ایران در ونزوئلا پهلو گرفت، دومی هم وارد آب‌های این کشور شد. کمبود مزمن آب آشامیدنی در استان خوزستان. سرچشمه بیابی در استانی دارای یک سوم آب‌های سطحی ایران کجاست؟ آتش‌سوزی گسترده کوه بیبی جون. و جنگل‌های گچساران در آتش، بالگرد‌های آب‌پاش بعد از 4 روز اعزام شدند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. پروژه سهام عدالت که در دوران محمود احمدی نژاد کلید خورد و با حواشی بسیاری روبرو بود وارد مرحله جدیدی می شود. از سه‌شنبه آزادسازی سهام عدالت به مرحله اجرا می رسد. این یعنی 49 میلیون دارنده برگه های سهام عدالت می توانند مدیریت سهامشان را در دست بگیرند و تا سقف 30% از سهامشان را بفروشند. این در حالی است که بسیاری از مقام های اقتصادی ایران به دارندگان سهام عدالت توصیه می کنند که سهامشان را نفروشند. آزادسازی سهام عدالت چه کمکی به اقتصاد ایران می کند؟ اساساً ورود این تعداد سهامدار ناآشنا به بازار بورس چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟ باید فروخت یا نگه داشت؟ به این موضوعات بیشتر می پردازیم. اول گزارشی ببینیم از بهرنگ تاجدین. آبان 1385، محمود احمدی نژاد یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی دوران ریاست جمهوریش را کلید زد. واگذاری بخشی از سهام دولت در شرکت های مختلف به مردم تحت عنوان سهام عدالت. الله همه جمعاً. 3 ماه بعد رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های بلندپایه ایران گفت که دارایی‌های دولت باید زودتر از اینها طبق اصل 44 قانون اساسی به مردم واگذار می‌شد. باید مالکیت دولت رو روز به روز کمتر می‌کردیم. اینجور نشد، بیشتر شد، گسترده‌تر شد و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه انجام می گرفت، اینها صرف کارهای غیر لازم شد، فعالیت‌های اسراف‌آمیز، ساختمان‌سازی‌های بیخودی، لطمه خورد به اقتصاد کشور. نتیجه این سیاست‌ها این شد که سهام دولت در ده‌ها شرکت از خودروسازان و بانک‌ها و بیمه‌ها گرفته تا شرکت‌های فولادسازی، نفتی و پتروشیمی در بسته‌هایی به مردم داده شد. بسته‌هایی که هزینه آن هم از سود این شرکت‌ها در سال‌های بعد تأمین می‌شد. با وجود اینکه اکثر این شرکت‌ها سهامی عام بودند، صاحبان سهام عدالت نه می‌توانستند سهامشان را در بورس بخرند یا بفروشند، نه می‌توانستند در مدیریت شرکت‌ها دخالتی کنند، بلکه دولت از طریق تعاونی‌های استانی سهام عدالت عملاً کنترل را همچنان در دست داشت. اختیارات کار رو به خود صاحبان مال برگردانیم. حسن روحانی از ابتدای ریاست جمهوریش گفته بود قصد دارد این رویه را تغییر دهد و در نهایت 1 ماه پیش پس از تقریباً 7 سال اعلام کرد که با موافقت آیت الله خامنه ای فرایند آزادسازی سهام عدالت آغاز می شود. مردم اگر تمایل داشته باشند این سهامشون رو نگه دارند که خب نگه می‌دارن، از سود سهام خودشون هم برخوردار میشن، سالانه سودشون رو میگیرن، سهام هم دارن، این سهام هم قاعدتا ارزشش روز به روز بیشتر میشه، مردم مالک این سهامن، اختیار با خود اونها هست، خواستن برن تو بازار بورس بفروشن آزادن، حالا با چارچوبی که تعیین میشه، خواستن نگه دارن آزادن. سازمان خصوصی سازی حالا 10 میلیون نفری که سهام عدالت دارند باید انتخاب کنند که آیا میخواهند اداره سهامشان در شرکت‌های سهامی عام را مستقیما خودشان به عهده بگیرند یا که میخواهند همچنان شرکت‌های استانی از طرف آنها سبد سهامشان را مدیریت کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شرایطی که شیوع کرونا،
تحریم‌ها و رکود اقتصادی تأمین خرج زندگی را برای بسیاری از ایرانیان دشوار کرده، ممکن است خیلی‌ها برای فراهم کردن نان شبشان به فروش این دارایی‌ها روی بیاورند، چیزی که ممکن است به افت سریع قیمت سهام این شرکت‌ها منجر شود. تو این شرایط که بعضی از دارندگان سهام عدالت شرایط اقتصادی مناسبم ندارن، برای فروش آزاد میشه و میتونن بفروشن. البته من اینجا هم به عنوان وزیر اقتصاد هم به عنوان عرض کنم خدمت شما یک کارشناس توصیه اینه که تا میتونن این سهام رو خودشون مدیریت بکنن، از فروش فوری و شتاب زده در واقع خودداری بکنن. یه نکته همین یک هفته پیش بود که گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران نشان داد که مدیریت دولتی چه فساد و رانتی در صنایع خودروسازی ایران ایجاد کرده. وضع خیلی از شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی دیگر هم چندان بهتر نیست. آزادسازی سهام عدالت اگر به کم شدن نفوذ دولت در این شرکت‌ها و افزایش بازدهی آنها منجر شود، ممکن است آینده اقتصاد ایران اندکی روشن‌تر شود. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه اقتصاد از یورک بریتانیا با ماست و همچنین جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد مدرسه اقتصاد برگندی از پاریس. خوش آمدید به برنامه آقایون. ابتدا از این آقای گوهردانی با شما شروع بکنیم و از این سوال که به هر حال بسیاری از بینندگان ما الان براشون مطرحه که آیا باید سهام عدالت رو نگه دارند یا بفروشند؟ خب این بستگی به این داره که وضعیت مالی اون خانواده یا فردی که و صاحب این سهام هست چه جوری هست. این بستگی وضعیت مالی، اگه در وضعیت بحرانی هست و فشار اقتصادی شدیدی روی فرد هست، مجبور بفروشه و این کمک خیلی خوبی هست، برای اینکه ارزش این سهام 10 برابر شده با توجه به تخمین ها و این کمک مالی خیلی خوبی هست به اقتصاد خانوار در کوتاه مدت. ولی اونایی که خب صاحب تمکن هستن و میتونن نگه دارن، بهتره که به صورت گام به گام بازار رو ارزیابی بکنن و وقتی که لازمه اقدام بکنن، وقتی که سوداوره اقدام بکنن. بنابراین قاعده کلی و عام وجود نداره، بسته به شرایط افراد و خانوارها فرق میکنه. آقای اسدی، توصیه شما چیه؟ درود بر شما، بینندگان گرامی و هماندیش عزیزی که در این برنامه هستن. با اجازتون خانم، من به طور مستقیم آمدانه میخواهم به این پرسش پاسخ ندهم. بسیاری وقتا میشه هم‌میهنان برای من ایمیل میفرستن و در رسانه‌های اجتماعی از من سوال میکنن در مورد سهام. من نمیخوام به عنوان مشاور خرید و فروش سهام صحبت کنم، کاریست که نباید بیگدار به آب زد در این مورد. اما تحلیل میکنم و میگویم که سوال شما رو به دو بخش تقسیم میکنم. یک بخش این است که آیا این کاری که صورت گرفته است برای اقتصاد ایران مفید است یا نیست. پاسخ من بدون تردید این است که نامفید است و هیچ فایده خاصی، هیچ تغییر خاصی نکرده است. سهام چه عدالت یا کماکان مدیریتش در دست دولت باقی بماند یا آنچه را که نامیدند آزادسازی انجام بدن، در حقیقت تغییری صورت نگرفته است. در دور بعدی بفرمایید توضیح خواهم داد. اما آیا این ارزش این سهام در شرایط کنونی آیا هنوز بالاتر خواهد رفت؟ ممکن است تا مادامی که در آنچرا که من تصور میکنم حباب بورس است بالاتر برود، ولی این بسیار کار پرخطری است و بدون این آن است که واقعا این سهام که یک کالاست ارزش اینو داشته باشه. این مثال آن است که مثلا شما یک کالایی رو به بیشتر از بهای خودش بخرید و تا مدتی افزایش آن بها ادامه داشته باشه، اما برای کسی که میداند این بها بازتاب ارزش عینی آن کالا نیست، خب بسیار نگران است. آقای گوهردانی، نظر شما چیه؟ فکر میکنید که آیا اساساً پروژه سهام عدالت برای اقتصاد ایران نامفیده؟ من فکر می‌کنم که این پروژه بسیار پروژه مفیدیه برای اقتصاد ایران و شاید یکی از بزرگترین حوادثیه که در اقتصاد ایران در ظرف 40 سال اخیر رخ داده و کمک می‌کنه که نقدینگی در جامعه ایران، اون نقدینگی از بازارهای موازی و غیر مولد به سمت اقتصاد مولد حرکت بکنه و اون تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سهام انجام بشه و بازار سرمایه رو بهش رونق میده. بنابراین جو سازی و فضایی که ایجاد میکنه سهام عدالت
این کمک میکنه به اینکه شرکت ها شفاف بشن، مثلا همین ایران خودرو تمام زیر بم هاش در بیاد و اینها به نظر من باید مثل شرکت تیم های فوتبال اونایی که مدیرانش هستن بیان هر سه ماه به سه ماه گزارش بدن و مصاحبه کنن و جامعه هم بشناسه و در بلند مدت به شفافیت ترازنامه اینها و هزینه ها و درآمد هاشون کمک میکنه به سیاست هایی که اینا اقدام میکنن برای استخدام نیروی کار و برای صادرات کالاشون و غیر ذالک، و این کمک میکنه به اینکه جامعه درگیر بشه، یعنی کل اقتصاد و کل جامعه و مردم هم آموزش ببینن. بنابراین یه آموزش عمومی و کمک میکنه به عدالت و خصوصی سازی، چون ما یه الگوی عام و خصوصی سازی نداریم که نسخه برداری کنیم. این الگوی ایرانی خصوصی سازیه که درش التقاط و درش حرکت گام به گام وجود داره. آقای اسدی، شنیدید صحبت آقای گوهردانی رو، معتقدند که منجر به شفافیت میشه؟ بله، همکار گرامی اشتباه میکنند 100%. این یعنی چه که ما خصوصی سازی الگو نداریم، یک مدل ایرانی داریم؟ در مورد مبارزه با کرونا چطور؟ مثلا در مورد آنتیبیوتیک و باکتری کش و ویروس کش هم مثلا ما ویروسی که در یک بدن ایرانی بنشینه یه روز دیگه بعد مباش مبارزه کرد در بدن فرنگی بنشینی طور دیگری، هرگز اینطوری نیست. ما در مورد خصوصی سازی چطور الگو نداریم؟ خصوصی سازی معنی دارد. اگر ما معنی اقتصادی اینا نداشت که ما رو دعوت کردید برای چه؟ سلیقه‌ای میشد. ببینید 100% میفرمایند نقدینگی رو به کار تولیدی کشون. اولا مگر نقدینگی اگر مثلا در بانک بود و اگر به مسکن کشیده میشد مگر کار غیر تولیدی بود؟ یک. دو، میفرمایند شفاف. چطور شده از که این نقدینگی تو بورس بره شفاف شده؟ میخوام بدونم به چه حسابی شفاف شده که قبل از اون نبوده؟ اگر نه اون موقع شفاف بوده نه الان، چه شده از که شفاف شده؟ سوم و این مهمترین مسئله است که میخوام عرض کنم خدمتون، ببینید خصوصی سازی صورت نگرفته از خانم و بینندگان عزیز. خصوصی سازی باید شرایط کسب و کار درست بشود، آنگاه خصوصی سازی معنی داره. بر پایه 4 گزارش بین المللی که بخش خصوصی رو و آزادی اقتصاد رو میسنجن، اقتصاد در نظام ولایی در بدترین شرایطه. هم گزارش بنگاه هریتیج، هم گزارش انستیتوی فریزر. خب نه، همین هست دیگه خانم. یعنی وقتی که شرایط خصوصی سازی وجود نداره، شما مثل اینی که مثلا در شرایطی که آزادی قلم وجود نداره یک روزنامه رو از دست یک کس دیگه بگیرید، بگید به کس دیگه و اینو به اسم آزادی قلم اسمشو بذارید. همچین چیزی نیست و اقتصاد ما اقتصادی نیست که شرایط فعالیت بخش خصوصی رو بدهد، حالا چه سهام در دست این صندوق باشه چه در دست آن صندوق. آقای گوهردانی، نقدی که آقای اسدی دارن برخی دیگر از کارشناسان هم دارن، معتقدن که درسته که صاحبان سهام شاید مردم باشن ولی مدیریت کماکان دست دولته و این متفاوته با خصوصی سازی. بله، ما مسئله اینه که ما یه الگو نسخه عام جهان شمول نداریم برای اینکه اقتصاد رو چجوری خصوصی سازی کنیم یا به رونق اقتصادی دست پیدا کنیم. الگویی که در کره جنوبی مثلا پیاده شده با الگویی که در آلمان پیاده شده با الگویی در چین پیاده شده، الگوهای جوامع پیشگام با الگوهای جوامع تأخیری که باید کچاپ بکنن با هم دیگه فرق میکنن. سیاست‌های مالیاتیشون فرق میکنه، انواع سیاست‌های تعرفه‌ایشون و غیر ذالک فرق میکنه، سیاست‌های وارداتی صادراتیشون، سیاست‌های صنعتیشون همه فرق میکنه. بنابراین اینکه بسته به اینکه در چه سطحی و چه مرحله‌ای از توسعه باشید سیاستاتون فهم کنه. و الان اقتصاد امروز همین بحث رو مطرح میکنه که اقتصاد علم جهان شمولی مثل پزشکی نیست، بلکه بسته به شرایط خاص تاریخی جوامع مختلف نسخه های مختلف متناسب با هر جامعه. برای اینکه بحث تئوریک جلو ببریم، آیا پروژه سهام عدالت به وضعیت امروز اقتصاد ایران کمک میکنه؟ بله، بسیار کمک میکنه. برای اینکه از یک طرف اون اقشار ضعیف و مستضعفی که دسترسی ندارن، یعنی باعث یه نوع دموکراسی اقتصادی میشه و این اشرافیت اقتصادی رو تقلیل میده و اون رابطه بین بانک و بنگاه رو تبدیل میکنه به رابطه بورس و بنگاه. رابطه بورس یعنی رابطه سهامداران و بنگاه، یعنی یه عده عظیمی از که سهامدار میشن اینا دخالت میکنن و آگاه میشن و روزنامه ها رو میخونن و مثل تیم فوتبال میشه. یعنی به کم و کیف نحوه مدیریت این بنگاه ها
و هزینه فایدهشون و ترازنامه‌شون کنجکاو میشن و اینا همه کمک میکنه به یه آموزش عمومی و اینکه اقتصاد تبدیل بشه به یه علمی که مردم هم گام به گام این رو بفهمن. آقای اسدی، میدونیم که به هر حال دولت ایران با کسری بودجه بسیار هنگفتی روبرو هست و بحران‌های اقتصادی بسیاری پیش رو داره. فکر میکنید که پروژه آزادسازی سهام عدالت میتونه به دولت کمک بکنه؟ اصلا هدف همین بوده است که به دولت کمک بکند و آن نقدینگی را که آقای گوهردانی می‌فرمایند در حقیقت نقدینگی برای آن نبوده است که به بخش تولیدی در بخش خصوصی برسد، بلکه هدف آن بوده است که کمکی بشود به دولت. باز هم بگویم من بسیار شگفت زده هستم که ایشون می‌فرمایند ما الگوی خصوصی سازی نداریم. ما این الگوی خصوصی سازی رو که در مورد کشورهای پیشرفته و پس رفته میگن در بلغارستان، در مجارستان، در ویتنام داشتیم. به ایران که میرسه یه حساب دیگه میشود. ببینید این بگویم چرا بی‌معنی است اینجور سهام رو در بورس بردن. درست همچنان که آقایان کروبی و موسوی در حصر هستند و آزادی و حرف زدن اینها معنی ندارد، اقتصاد بخش خصوصی ایران در حصره و هر چقدر هم صحبت از این بکنن که ما سهامو به این و اون دادیم، این معنی فعالیت بخش خصوصی نمیشه. به گزارش های بین‌المللی دقت کنید. هدف همون بود که در پرسش شماست و آن این است که این نقدینگی باید برای دولتی که زمانی که بودجه سال 1399 را میبست 50% کسری بودجه داشت، این را من نمیگویم، منابع در خود کشور میگوید، چه برسد به کنون که صادرات نفت به حدود 200,000 بشکه در روز رسید، حدود درآمدی رو که فکر میکردن حدود 50 میلیارد دلار باشه به حدود 2 میلیارد دلار رسیده، به 200,000 بشکه در روز رسیده در بهترین حالت، و در ضمن هزینه های کرونا بر دوششون هست. اون زمانی که این بودجه رو میبستن چون کسری 50% داشت، یه سهم بزرگی برای درآمد مالیاتی در نظر گرفتن که همگان از درون نظام میگفتن آخه این مالیات که شما نمیتونید بگیرید، کی درآمد داره؟ اجازه بدید با این جمله تموم میکنم. چه برسد به الان که فعالیت ها در مورد کرونا بسته شده، یعنی اون مالیات احتمالی اون هم دیگه با بسته شدن مالیات و بیکاری نمیشه از کسی گرفت. این دولت با این کسری بودجه نیاز به جمع کردن نقدینگی داشت و در حقیقت همین کارا برای این است. متشکرم آقای گوهردانی. در 30 ثانیه اگر که جمع بندی کنید لطفا. من فکر میکنم که این شما اگه نگاه بکنید، نگاه آقای اسدی خیلی بدبینانه است. ما خود آقای سعید لیلاز که در اقتصاد ایران هست گفته که اقتصاد ایران غیر نفتی ترین اقتصاد نفتی جهان شده، یعنی کشورهای وابسته. این 42 میلیارد سال قبل صادرات غیر نفتی داشته، بنابراین اقتصاد ایران میره به سمت غیر نفتی شدن که آرزوی دیرینه جامعه ایران بوده و یکی از نتایج ناخواسته کرونا و تحریم هاست. و این رونق بازار سرمایه و سهام عدالت هم به نظر من یه سیگنالیه و اینکه ما داریم به سمت ایران، به سمت صنعتی شدن، به سمت توسعه اقتصادی داره حرکت میکنه. بله آقای اسدی، شما هم جمع بندی لطفا. ببینید اولا من نمیدونم این چه دشمنی با اقتصاد نفتی هست، این بستگی داره که چقدر این با کارایی صورت میگیره. ولی این استدلال دوست گرامی هم من نمیفهمم. اگر صنعت نفت ما که بازار بزرگ جهانی تقاضامند آن است با گرفتاری مواجه شده است، یعنی این ستون فقرات صنعتی اقتصاد ایران با گرفتاری مواجه شده است، نمیدونم در این شرایط چطور ممکنه صنعت دیگری رشد بکند. متشکرم از هر دوی شما آقایان جمشید اسدی و فرهاد گوهردانی. اضافه بکنم که مباحثی که در برنامه بین کارشناسان انجام میشه به معنی توصیه اقتصادی نیست. هر دارنده سهامی در ایران بهتره که با مشاوران اقتصادی خودش مشورت بکنه و پس از اون تصمیم بگیره. گزارش‌ها از ورود دومین کشتی حامل سوخت ایران به آب‌های ونزوئلا حکایت دارد. دیروز اولین کشتی از 5 نفتکش ایرانی که راهی ونزوئلا بودند در یک بندر این کشور پهلو گرفت بدون آنکه نیروهای آمریکایی در منطقه مانع شوند. ایران هشدار داده بود که اگر آمریکا جلوی این کشتی‌ها را بگیرد مقابله به مصر خواهد کرد. در همین حال با مانورهای تازه آمریکا در خلیج فارس تنش با ایران بالا گرفته. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. تنش در خلیج فارس دوباره رو به افزایش است.
این گوشه ای از منافع نظامی نیروهای آمریکایی در شمال خلیج فارس در روزهای اخیر. سومین دور مانور این نیروها ظرف 3 ماهه گذشته. در این مانورها آمریکا از هواپیمای توپدار AC-130 هم استفاده می کند برای عملیات تهاجمی. منطقه مانور مربعی به بزرگی تقریبا 2500 کیلومتر مربع در نزدیکی قطر که شمال آن در جوار آبهای ایران است. اقدامی تحریک‌آمیز در این شرایط. محدوده یا در مرکز خلیج فارس ضربه می‌گیره در شمال قطر و روبروی منطقه نفتی پارس جنوبی، در حقیقت منطقه اسدالویه و منطقه چهارم دریای نیرودریای سپاه. بسیار منطقه حساسی هستش از این نظر که درست در مسیر کشتیرانی به بندرهای نفتی رستنوره و جبیل عربستان قرار داره و از این نظر میشه گفتش که خیلی نقطه استراتژیکی هست در خلیج فارس. نیروهای آمریکایی و ایرانی بارها به طور خطرناکی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این ماه گذشته آمریکا همین چند روز پیش هشدار داد که نزدیک شدن این قایق‌ها را به 100 متری شناورهای نظامیش تحمل نخواهد کرد. به نظر می‌رسه که این سری آخر مانورها همزمان بوده با حرکت نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا و شاید این انتخابو در اختیار رئیس جمهور آمریکا می‌خواستن قرار بدن که در صورتی که تصمیم گرفته بشه راه اون نفتکش‌ها گرفته بشه و این انتظارم میره که ایران در خلیج فارس اقدام به واکنش نشون بده، آمریکا آمادگی لازم رو داشته باشه. دومی کشتی نفتکش ایران به نام فارست امروز به آب‌های ونزوئلا رسید. این تصاویری از این کشتی بدون آنکه نیروهای آمریکایی در منطقه برای آن مانعی ایجاد کنند. دیروز اولین 5 کشتی ایران به مقصد رسید و امروز در کنار یکی از پالایشگاه‌های کشور در کنار آب لنگر انداخته است. 3 کشتی دیگر هم قرار است در روزهای آینده برسند علی‌رغم تحریم‌های آمریکا. کوراسون در جلسه کابینه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از مردم ایران تشکر کرد برای کمک به مردم ونزوئلا در ماه رمضان و همچنین به قول او از دوستش حسن روحانی و از رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای که به گفته او ادامه دهنده راه آیت الله خمینی است. پمپ بنزین های کاراکاس امروز در انتظار سوخت کشتی های ایرانی، سوختی که حالا ممکن است در آن طرف دنیا در خلیج فارس آتش بپا کند. کسرانجی بی بی سی. اقلیم جنوب ایران گرم و خشک و استانهای نیمه جنوبی اغلب با مشکل کم آبی روبرو هستند. یکی از اونها خوزستانه که اتفاقا دارای 30-40% منابع آب سطحی کشوره. اما مشکل کم آبی و عدم دسترسی به آب آشامیدنی در اغلب نقاط این استان همیشه وجود داشته و مردم رو بارها به اعتراض واداشته. تصاویری خواهیم دید مربوط به یکی از تازه ترین اعتراضها در قیزانیه خوزستان. پریروز 3 خرداد. اسم قیزانیه پیش از این به ندرت در اخبار شنیده شده بود. این منطقه کوچک در 45 کیلومتری اهواز مرکز استان خوزستان محسوب میشه. معترضان به تأمین نشدن آب آشامیدنی جاده اهواز رام هرمز رو بستند. در فیلم درگیری پلیس با معترضان همونطور که دیدید صدای شلیک گلوله شنیده میشد. پلیس گفته که برای پراکنده کردن معترضان از گلوله های ساچمه پلاستیکی استفاده کرده. به گفته پلیس 2 نفر زخمی و بازداشت شدند. مسئله دسترسی به آب آشامیدنی و کیفیت اون در خوزستان محدود به قیزانیه نیست و اکثر مناطق این استان با اون دست به گریبانند. با پیشروی گاه و بیگاه آب دریا به سمت رودهای استان وضع آب از اون چه که هست هم بدتر میشه. شور و غیرقابل شرب.
اعتراض به کم و کیف آبرسانی در استان همیشه وجود داشته. تا به حال طرح‌های متعددی برای حل این مشکل اجرا شده. پیمانکار یکی از این طرح‌ها با نام قدیر قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بوده با هزینه بیشتر از 1,000 میلیارد تومان. اما مشکل آب آشامیدنی خوزستان کم و بیش به قوت خودش باقیه. حالا در واکنش به اعتراضهای اخیر مقام‌های محلی وعده دادند که مشکل آب قیزانی ظرف 3 هفته حل خواهد شد. اما نیکوهنگ کوسر از واشنگتن دی سی با ماست. آقای کوسر، شنیدیم که امروز مقام‌های ایران گفتند که در عرض 3 هفته مسئله را حل می‌کنند. اگر مشکل چیزی بود که در عرض 3 هفته قابل حل بود، چرا این همه سال طول کشیده؟ درود بر شما. بسیاری از واکنش‌هایی که ما می‌بینیم از مقام‌های جمهوری اسلامی هر وقت مشکلی برای آب پیش میاد، ناشی از نوع سیاست‌هایی است که در قبال مسئله آب وجود داره. همیشه واکنشی کار میکنن، نه پیشگیرانه. در صورتی که مسئله آب در بسیار از مناطق جنوب ایران در حوزه‌های کارون، دز، کرخه و مناطق مختلف همیشه میشد منتظرش بود که به بحران بیانجامه و بر اساس روندی که الان شاهدش هستیم، این بحران ها میتونه از اعتراض های بسیار محدود محلی حتی بزرگتر هم بشه بر اساس مطالعاتی که در طول سالهای اخیر انجام گرفته. و فکر میکنید که راه حل چیه؟ اساساً آیا راه حل میان مدتی داره این بحران؟ ببینید، یک مسئله بسیار مهم این است که مشکل آب راه حل ساده و تکی نداره. یک مسئله پیچیده هست و مسائل پیچیده راه حل های پیچیده دارن. در هر منطقه شما نمیتونید دقیقاً یک راه حلی که در جای دیگر جواب داده رو اونجا پیاده بکنید. اما مسئله فراتر از این هست که آب الان در دنیا به عنوان یک حقوق بشری شناخته میشه. از سال 2010 آب جزء حقوق بشر هست و عدم توزیع عادلانه آب و رسوندنش به مناطق مختلف، به خصوص مناطق حاشیه نشین و یا مناطقی که درش اقلیت ها حضور دارن، یک نقض حقوق بشر محسوب میشه. از طرف دیگر سیاست کلی آب در جمهوری اسلامی بر اساس اجرای پروژه های گران قیمت و بزرگ است، نه راه حل های منطقی. و به همین واسطه پروژه هایی که اجرا کردن، مثلا برای رودخانه کارون سدهای رو بزرگی رو درست کردن. الان فقط مسئله قیزانی نیست، در دهتز در محدوده نزدیک به سدهای کارون 3 و کارون 4 در جنوب استان چهارمحال بختیاری بحران آب هست، در ایزه در زمانهای مختلف بحران آب هست، الان در اصلویگه که همین چند مدت پیش سیل داشت اونجا بحران آب هست، کمبود آب دارن مردم، در سیستان و بلوچستان در مناطقی که همین چند مدت پیش سیلهای مخرب داشتن شما کمبود آب رو داشتید و الان مردم نمیدونن چیکار کنن. مسئله این است که راه‌های ذخیره سازی و جذب آب بسیار ساده هست، میشه اینها رو انجام داد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی و شرکت‌های بزرگی مثل قرارگاه خاتم الانبیا، مهاب قدس، دز آب، آب و نیرو به دنبال پروژه‌های گران‌قیمتی هستند که از بودجه عمومی استفاده می‌کنن، نظارتی برشون نیست و بعد بدون توجه به نیازها خرجشون می‌کنن. در آخر اینو باید بگم که سیستم آبی در ایران دموکراتیک نیست، یعنی هر پروژه آبی بزرگ که در جای اجرا میشه بدون توجه به خواست مردم و آثارش برای مردم هست و رأی مردم لحاظ نمیشه در این مورد. آقای کوسر، در طول تاریخ به هر حال خشکسالی در بسیاری از نقاط جهان اتفاق افتاده و منجر به مهاجرت افراد محلی شده. آیا اصلا راه حلی شما میبینید برای مسئله بحران آبی در جنوب ایران، یا اینکه اصولا مردم محلی باید به این فکر بکنن که از این مناطقی که درگیر خشکسالی مهاجرت بکنن؟ ما دو تا داستان داریم. یکی این است که مردم مجبور میشن به خاطر سیاست‌های اعمال شده و عدم توزیع به موقع و عادلانه آب مهاجرت بکنن، یا به واسطه سیاست‌های کشاورزی که باعث شده منابع آب زیرزمینی در نقاط مختلف کشور از بین بره و الان ما حدود 140 میلیارد متر مکعب کسری آب داریم و وقتی هم بارون میاد چیزی از اون بارون عملا جذب سفره‌آب زیرزمینی نمیشه به اون اندازه که بخواد جبران بکنه این کسری رو و باعث شده الان ما بیشتر از 20 میلیون نفر مهاجر در حاشیه شهرها داشته باشیم. اما راه‌های بسیاری وجود داره. یک اعمال در حقیقت سیاست‌هایی که بشه آب‌های هرزه رو جذب کرد، جذب سفره‌آب زیرزمینی کرد، درست استفاده کرد، سیاست‌های کشاورزی که در حقیقت بهره‌وری بسیار کمی دارن رو اینها رو تغییر داد، نوع آبیاری رو تغییر داد، نوع محصولاتی که کاشته میشه رو تغییر داد، محصولاتی که آب زیادی مصرف می‌کنن. چون ببینید در بخش آب ما حدود 92% آب کشور رو داریم در بخش کشاورزی مصرف می‌کنیم. در شهرها هزینه تصفیه آب بسیار زیاده. ما
مسئله تصفیه فاضلاب رو هم در خیلی از شهرها نداریم. همین منطقه خوزستان که داریم صحبت میکنیم، در نقاط مختلف خوزستان نیاز مبرم هست که فاضلاب تصفیه بشه و این فاضلاب تصفیه شده میشه با کیفیت بسیار بالا مجددا بازچرخانی بشه و استفاده بشه. این اتفاق نمیفته. مجموع دلایل رو که نگاه میکنیم و مجموع شواهد رو نگاه میکنیم، یک دیدگاه مناسبی در رهبران جمهوری اسلامی وجود نداره و بعد هم نظارتی وجود نداره و نگاه هم نمی کنند که در حقیقت منافع ملی کشور چی هست و بدون توجه به منافع ملی، دولت های مختلف در طول این چند دهه از دولت سازندگی گرفته تا دولت اصلاحات گرفته تا آبادی دولت تدبیرآمیز، هر کدوم با سیاست‌های خودشون هم منابع آبی رو از بین بردن و هم به محیط زیست آسیب زدن. و همین مردمی که در استان خوزستان امروز آسیب می‌بینن از گرد و خاک و گرد و غباری که به واسطه نرسیدن آب کافی به تالاب‌ها هست. سیستم فاضلاب مناسب تصفیه نمیشه و آب سالم هم بر اختیارشون نیست و این میتونه شرایط بدتری رو برای اون منطقه برمغان بیاره. متشکرم. نیکا هنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه منابع آب. حدود 6 ماه از اعتراضات خونین آبان ماه در ایران می‌گذرد. اعتراض‌هایی که بر اساس گزارش‌ها در آن صدها نفر از معترضان کشته شدند. اما هنوز مقام‌های رسمی ایران شمار کشته‌ها را اعلام نکردند. بعضی از خانواده‌های قربانیان در این مدت تحت فشار قرار گرفتند و بعضی از آنها زندانی شدند. در این ماه‌ها چه بر این خانواده‌ها گذشته و دادخواهی آنها به کجا رسیده؟ منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان ماه 98 از تهران به ما پیوسته. آقای بختیاری، خوش آمدید به برنامه. در وهله اول از اینجا شروع بکنیم که تلاش های شما برای دادخواهی به کجا رسیده؟ درود میفرستم به هموطنان عزیزم. جنبش دادخواهی یک جنبش ملی، مدنی و مردمی است. من در مصاحبه ای از ایرانیان خارج از کشور خواستم که ما را به داد ما را به گوش جهانیان و مجامع بین المللی برسانند. کمپین دادخواهی به درخواست من توسط مبارزین خارج از کشور تشکیل شد. کمپین دادخواهی فارغ از هر گونه تعصبات سیاسی و ایدئولوژی است. کمپین دادخواهی یک جنبش ملی، مدنی، مردمی و متعلق به همه مردم ستم دیده ایران است که برای گرفتن حق و دادخواهی جانباختگان و خود ملت است. امیدی که هر روز حمایت همه مردم، سازمان‌ها، گروه‌ها، هنرمندان و فرهیختگان این کشور بهره‌مند شویم تا صدای دادخواهی ملت ایران به گوش دنیا برسد و دنیا را تکان دهد. آقای بختیاری، حدود 6 ماه گذشته از حوادث آبان 98، آیا شما تلاشی کردید، پاسخی خواستید؟ واکنش قوه قضاییه ایران چه بوده؟ من در عرض این 6 ماه فریادم رو بلند کردم، صدایم رو بلند کردم، منتها متاسفانه از طرف مسئولین نظام جمهوری اسلامی فریاد ما رو، داد ما رو نشنیدن. دادگاهی آزاد وجود نداشت، ساله وجود نداشت تا به فریاد دادخواهی ما که حق ماست رسیدگی کنن و به جای دادخواهی شبانه به منزل ما ریختن، ما رو روبودند و مدت 2 روز بنده رو در سلول انفرادی حبس کردن، زندانی کردن و مورد شکنجه روحی روانی قرار دادن. آقای بختیاری، عکسی از شما منتشر شده که پرچم شروع خورشید رو در دست دارید. تعابیر مختلفی از این عکس در شبکه‌های اجتماعی شده. توضیح خودتون چیه راجع به این عکس؟ پیام این عکس چیه؟ پیام این عکس اینه که در طول 40 سال متاسفانه نظام جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه فرزندان ما را کشته، به قتل رسانده، به
به ناحق به قد رسنده، یه اعتراضی کردن خدمت از کنم که با گلوله جواب داده، در کنار گلوله ارزش‌های فرهنگی، ملی، مذهبی یه ما رو خدمت از کنم که مورد اهانت قرار داده. و من در فضای مجازی کلیپ‌های منتشر کردن که پرچم سرنگ ایران دو ریال برایشون ارزش نداره، فقط پرچم یا ابا عبدالله یا حسین یا زینب برایشون ارزش داره و از پرچم مردم فلسطین دفاع کردن. خدمت عرض کنم که من دیدم که پرچم شیر خورشید که نماد چندین هزار ساله ماست، اینها برایشون ارزش نداره. من خدمت عرض کنم که خونم به جوش اومد، تصمیم گرفتم پرچم شیرخورشیدی که نماد ملی و میهنی ماست خدمت عرض کنم که به اهتزاز در آورم، برافراشتش بکنم و 40 سال است که فراموش کرده ملت ما، به یادشون بیارم که ما همچین پرچمی داریم. خدمت درسته پرچم ابا عبدالله یا حسین یا زینب برای ما ارزشمند است، ولی پرچم ملی ما نیست، پرچم ملی میهنی ما نیستن، پرچم خدمت عرض کنم که مذهبی ما هستن، پرچم ملی ما نیستن، پرچم ما زیر یک سقف در کنار ملت ایران زندگی میکنیم با یک پرچم ملی، پرچم ملی ما پرچم شیر خورشید است. این پرچمی که خدمت عرض کنم که امروز این 40 سال جمهوری اسلامی مردم ما را فریب داده، پرچم متعلق به آرم گروهی که در هندوستان هستن، سیک ها هستن، یا شبیه خدمت عرض کنم که نازیست های آلمان هستن، این را آوردن یک پرچمی درست کردن به خورد ملت ما دادن به نام پرچم ملی ایران، در صورتی که این پرچم ملی ما نیست، پرچم ملی ما پرچم شیر خورشید است. و من به خاطر همین برافراشتم تا به دنیا اعلام بکنیم که پرچم واقعی ما، پرچم ملی ما، پرچم شیر خورشیده و فراموش نکرد. متشکرم از شما منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان ماه 98. امروز در ایران مراکز بزرگ زیارتی بعد از حدود 70 روز بازگشایی شد. همزمان گزارش‌ها از ترافیک سنگین در مسیر مناطق تفریحی حکایت دارد. در سایر نقاط جهان از جمله اروپا هم بعضی از کشورها به تدریج مقررات سختگیرانه کنترل کرونا را لغو می‌کنند. طبق آمار رسمی در سراسر جهان حدود 5.5 میلیون نفر مبتلا به بیماری کووید 19 شناسایی شده و نزدیک به 350 هزار نفر هم جان باختند. علی همدانی گزارش می‌دهد. بازگشایی یکی از آخرین جاهایی که بر اثر شیوع کرونا در ایران بسته شد. هم باز بودنشان جنجالی بود، هم بسته شدنشان جنجالی شد. بازگشایی بعد از 72 روز، عددی که برای بعضی از شیعیان مقدس است. تلویزیون ایران میگوید این مراکز با ضوابط بهداشتی جدید بازگشایی شدند. از تفسنجی شروع میشه بدون ماسک و دستکش، تحت هیچ شرایطی داخل راه نمیدیم. بعد که داخل تشریف میبرن داخل تونل استریزه 5 ثانیه هستن، قشنگ استریزه میشن تشریف میبرن داخل. اما این تصویری از ازدحام جمعیت در مشهد و این یکی از آرامگاه خواهر امام هشتم شیعیان در قم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همزمان برای سومین روز پیاپی گزارش‌های از ترافیک در جاده‌ها منتشر شده. این تصویری است که تلویزیون ایران از جاده حراز به سوی شمال ایران منتشر کرده. بر اساس گزارش‌ها به دنبال بازگشایی اماکن مذهبی در شهر ری، قم و مشهد، جاده‌های منتهی به این اماکن هم در دومین روز از تعطیلات پایان ماه رمضان پر ترافیک است. همزمان رستوران‌ها و اماکن تاریخی هم بازگشایی شدند و قرار است درباره فروشگاه‌ها هم تصمیم‌گیری شود. دانشجویان هم قرار است در پایان ماه خرداد برای امتحانات به دانشگاه بازگردند، اما بازگشایی کلاس‌های درس در مهر ماه آینده به بازبینی وضعیت شیوع ویروس مشروط شده. با گسترش امکانات آزمایش، تشخیص و درمان، حالا بسیاری از کشورها زندگی را به شرایط عادی باز می‌گردانند.
در ژاپن نخست وزیر اعلام کرد که شرایط اضطراری از امروز لغو می شود. شینزو آبه گفته ژاپن در جلوگیری از شیوع کرونا بهتر از کشورهای پیشرفته دیگر عمل کرده و در کمتر از 2 ماه توانسته آن را مهار کند. ژاپن که نسبتاً دیر شرایط ویژه برقرار کرد، حدود 16,000 مبتلا شناسایی کرده و بیش از 800 نفر هم جانشان را از دست دادند. خبر بازگشایی تفرجگاه‌ها در اروپا بعد از ماه‌ها که شهروندان در خانه سپری کردند، خبری خوش است. در مادرید و بارسلون در اسپانیا که از کانون‌های بحران در اروپا بودند، قرار است میکده‌هایی که امکان پذیرایی در فضای باز را دارند، بازگشایی شوند. در سایر نقاط این کشور قرار است سواحل هم بازگشایی شوند. ایتالیا هم قرار است آغوشش را بر گردشگران باز کند. ورزشگاه‌ها و استخرها هم در اکثر نقاط کشور بازگشایی شدند. در جمهوری چک هم که یکی از سختگیرانه‌ترین مقررات را داشت، میکده‌ها از امروز باز شدند. رستوران‌ها هم درهایشان را بر مردم گشودند. آفتاب، ساحل و سختگیری‌هایی که در سراسر آمریکا کم و بیش کاهش یافته، با این حال هنوز محدودیت‌هایی هست، هرچند به نظر می‌رسد دست کم در بعضی از ایالت‌ها نقض شده. دوشنبه در تعطیلات موسوم به یادبود کشته شدگان جنگ، اینجا یکی از سواحل ایالت میسوری، مردم بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی جمع شدند. پلیس همچنین از برخورد با تجمعی در یک سواحل ایالت فلوریدا در تعطیلات آخر هفته خبر داده. ستاد مقابله با کرونا در کاخ سفید تصاویر منتشر شده را بسیار نگران کننده خوانده. در کالیفرنیا هم مردم در سواحل جمع شدند. مقامات ایالت میگویند که اغلب مردم در سواحل و پارک ها ماسک به صورت دارند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند. در آمریکا با جمعیت 330 میلیون نفری، بیش از 1,600,000 مبتلا به بیماری کووید 19 شناسایی شدند و نزدیک به 100,000 نفر جان خود را از دست دادند. آینده ناروشن برای دنیا در روزهای آفتابی. علی همدانی، بی بی سی. در چهارمین روز از آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات گچساران در غرب ایران، تلاش برای فرونشاندن آتش ادامه دارد. در این مدت صدها هکتار از جنگل‌ها و مراتع در آتش سوخته. آتش‌سوزی جنگل‌های ایران در فصل گرما هر سال نزدیک به 15,000 هکتار از پوشش گیاهی را از بین می‌برد، ولی بودجه و امکانات برای جلوگیری از آن وضعیت محدود است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. مهر ماه سال 95، وزارت دفاع به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی قول داد که هر وقت منابع طبیعی ایران دچار آتش سوزی شد روی ما حساب کنید. کوههای گچساران 4 روز است که در انتظار کمک نیروهای مسلح و امکاناتی که سازمانهای مرتبط با منابع طبیعی ندارند می سوزد و از بین می رود. آنگونه که در 4 سال گذشته وعده های کمک مانع از مهار آتش هایی نشد که صدها هزار هکتار از جنگل ها و مراتع ایران را از بین برد. حالا بعد از 4 روز سپاه پاسداران 2 بالگرد آب پاش به منطقه فرستاده که منابع محلی به بی بی سی گفتند یک بار بعد از آبگیری از سد کوثر در همان حوالی کار را رها کرد و رفت. نمونه ای از سوء مدیریت هایی که تاوانش را طبیعت ایران می دهد. آتش سوزی گسترده کوه بی بی جون. این بار 5 در سال جدید است که کوههای گچساران در آتش می سوزد. متاسفانه در آتش سوزی این چند روزه چندین هکتار درختان بلوط چندین ساله، یعنی بالای 100 سال که شک ندارم، همه از بین رفتن. مشکل اصلی کمبود امکانات با وجود همت فراوان داوطلبان است. با دست خالی داره میره و امکاناتی هم نیست. در اینجا منظور از کمبود امکانات این است. داوطلبانی که با بیل و شاخه های بته و درخت به جنگ آتش رفتند. آتش در ابتدا ارتفاعات شمال گچساران را در بر گرفت. کوه خامی و کوه گوهر. اما حالا به سمت خود گچساران نزدیکتر شده و به 7 کیلومتری شهر رسیده. به منطقه مسکونی گناولوری و آبریگون. رسانه های محلی در کوهگیلوی بویرحمت عملکرد مسئولان استان را بدون تعارف به زیر ضرب انتقاد گرفتند. مدیرانی که به گفته این منتقدان همه کارند و هیچ کاره. خوب تشکیل جلسه می دهند ولی مدیریت کاریکاتوری آنها باعث خیانت به گچساران شده. گچساران در فصل انتخابات پر از تکاپوست و کارزار تبلیغات نامزدهای انتخاباتی غوغا می کند.
اما این شور و حال به ایجاد نیرو، اراده یا تدبیری برای مقابله با بحران منتهی نشده. مخصوصا که گمان می رود این بار هم آتش سوزی ممکن است عمدی بوده باشد. احتمالاً بر سر اختلافات قبیله‌ای و طوائفی. حالا برای اولین بار مسئولان استان جلسه تشکیل دادند تا مقصر آتش سوزی را پیدا کنند. تا مقصر پیدا شود، فعلا این طبیعت سبز گچساران و چوب درختان کهنسال بلوط است که در آتش خشم طبیعت و سوء مدیریت ها دود می شود و به هوا می رود. سیاوش اردلان، بی بی سی. جواد حیدریان، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست از تهران با ماست. آقای حیدریان، به نظر می اومد که آتش تا حدودی مهار شده باشه اما دوباره شعله ور شد. الان مشخصه که وضعیت چطوره؟ سلام میکنم به شما و بینندگانتون. بله، تا ساعت 9 شب که من در ارتباط بودم با دوستان در شهر گچساران، لکه‌هایی از آتش همچنان هست و با اینکه چند بار آتش خاموش شده و در واقع کنترل شده، اما خب مهار به طور کامل صورت نگرفته، چون باد گرمی از دیروز در واقع بعد از زلزله‌ای که رخ داد، یه باد هم در واقع در منطقه بوده که تا 60 کیلومتر سرعت داشته، اون باعث بشه این کنده های سوخته دوباره آتش بگیرند و به نظر میرسه که تا روزهایی که دو روز آینده هم همچنان آتش وجود داشته باشه. علت اینکه اینقدر دیر هلیکوپترهای آپاش ارسال شدند، اعزام شدند برای منطقه چیه؟ چرا اینقدر دیر واکنش نشون داده شد؟ ببینید، مشکلات در واقع بین بخشی در شهرستان ها خیلی زیاد هست. یعنی اطلاعاتی که من دارم، خیلی دقیق نمیتونم به طور واضح اسم ببرم، ولی بین نهادها در واقع به نوعی اختلاف سلیقه وجود داره و عمده مشکل هم این است که مسئولیت این کار در واقع باید ببینیم به عهده چه کسی است. همین امروز مثلا سازمان هلال احمر اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی باید اطفای حریق رو با هواپیماهاش در اختیار بگیره. آیا سازمان جهاد کشاورزی که سازمان جنگلا زیر مجموعه اون میشه همچین امکانی داره؟ میدونیم که نداره. شهری مثل گچساران که یک شهر نفتی هست و خب بالاخره باید قاعدتاً با توجه به اینکه از نظر اقتصادی میتونست خیلی قوی تر از این حرفا باشه، ولی همچه امکاناتی هم نداره. تا اونجایی که من میدونم در ساعت 10 صبح امروز در واقع نیروهای هوا نیروز نیروهای انسانی رو، نه اینکه آب پاش برده باشن اونجا، در واقع آبی رو منتقل کرده باشن به ارتفاعات، در واقع نیروی انسانی رو منتقل کردن. دوستان میگفتن که در ساعت 7 صبح اونها آمادگی داشتن که خودشون به کوهستان برن، ولی تا ساعت 10 ظهر معطل موندن. 10 تا 12 اینا این کار رو کمک کردن و انجام دادن و تا عصر امروز که ظاهرا یکی دو تا پرواز تا اونجا که من اطلاع دارم بیشتر برای انتقال آب از سد کوثر به ارتفاعات اطراف گچساران صورت نگرفته. مشکل رو من در واقع ساختارهایی که به هم به لحاظ بخشی با هم استکاک دارن و به نوعی نمیتونن همدیگر همپوشانی بکنن میبینم. با توجه به اینکه این مسئله تقریبا هر سال تکرار میشه، آیا شما خوشبین هستید که بودجه حوزه جنگل‌ها و منابع طبیعی در سال‌های آینده افزایش پیدا بکنه؟ به طور مشخص مدیر کل منابع طبیعی استان کوکیلویی و بویراحمد آقای حکمتیان گفته که من تنها اعتباری که تونستم بگیرم 300 میلیون در واقع برای حقوق کارمندانم هست. یعنی اساساً اطفای حریق یا مدیریت جنگل‌ها و مراتع و اینا در دستور کار ساختار مدیریتی استان‌ها وجود نداره. کل اقلیم زاگرس و رویشگاه‌های جنگلی در زاگرس همچون مشکلی دارن که الان گچساران و ایلام با اون درگیر هست. پیشبینی ها، رسانه ها، خبرنگاران و خیلی کسانی که در ارتباط هستن با مقامات به نوعی پیشبینی میشه که همچه اتفاقی صورت نگیره. من با آقای تاجگردون نماینده گچساران و رئیس کمیسیون بودجه مجلس قبل در واقع صحبت کردم در این مورد که آیا امکان نداشت که شما بودجه رو بتونید بگیرید برای اینکه بشه منطقه رو تجهیز کرد به سیستم های اطفای حریق پیشرفته. ایشون گفت اعتباراتی رو در نظر گرفتن اما بنا به دلایلی امکان پذیر نبود. تفسیر من از بنا به دلایلی میتونه چند تا دلیل باشه. یکی اینکه کشور از نظر بودجه دچار مشکل هست و احتمالاً نتونه در واقع اولویت بده به جنگل‌ها و محیط زیست. بخش بعدی هم میتونه تحریم باشه که البته این تفسیر من هست، به طور دقیق نمیدونم. ایشون هم پاسخی در این مورد ندادن. جواد حیدریان، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست از تهران. داکیونایت یا شب فیلم عنوان برنامه‌ای برای تماشای دست جمعی فیلم در سان فرانسیسکو بود که 6 سال پیش کارش را آغاز کرد و کم کم به نقاط دیگری در آمریکا و بعد کانادا گسترده شد.
ویروس کرونا بسیاری از چیزها رو تغییر داد، از جمله تماشای گروهی فیلم در سالن سینما. برای همین داکیو نایت از هفته پیش شروع کرد به اکران آنلاین. اولین فیلم این مجموعه هم فیلم میدان جوانان سابق ساخته مینو اکبری بود، فیلمی درباره روزنامه نگارانی که همزمان با دوم خرداد کارشون رو شروع کردند و سرنوشت هایی که در انتظار اونها بود، اونهایی که روزنامه نگار موندند، اونهایی که تغییر شغل دادند و اونهایی که از کشور رفتند. احمد کیارستمی مدیر داکیو نایت از سان فرانسیسکو با ماست. آقای کیارستمی خوش آمدید به برنامه. شما در ابتدا گفته میشه که قرار بود فقط داکیو نایت رو در سان فرانسیسکو برگزار بکنید، اما به سرعت به 25 شهر دیگه هم رسید. سلام خدمت شما و بینندگانتون. بله، همونطوری که میفرمایید ما قرار بود اول داکیو نایت رو فقط تو سان فرانسیسکو باشه. دلیلش هم این بودش که من خودم موقع 10 سال بود از ایران اومده بودم، بیشتر 12 سال بود مده بودم و بعد فکر میکردم که دلم میخواد یه راهی پیدا کنم که بدونم ایران در فرای اخباری که میبینیم در میدیاهای مختلف چه خبره و چه اتفاقاتی میفته. احساس میکردم که دیگه خیلی نمیدونم و به همین دلیل با چند تا دوستان قرار شد یک شبهای مستندی بذاریم به اسم داکیو نایت که در سان فرانسیسکو شروع کردیم. وقتی من این رو فیسبوک گذاشتم، یکی از دوستان از LA گفت آیا ما میتونیم این کار بکنیم؟ من از کارگردان فیلم اجازه گرفتم، گفتم که بله. LA رو هم اضافه کردیم، همون موقع ونکوور هم شروع شد و شروع داستان با سه شهر بود و به زودی همینطور ما داوطلبای مختلف از شهرهای مختلف داشتیم. بیشتر دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف بودن. تا قبل از اینکه ویروس کرونا متوقف کرد، ما در 25 شهر در آمریکای شمالی یعنی کانادا و آمریکا عمدتاً در دانشگاه‌ها نمایش داشتیم و ماهی یک بار فیلم‌های مستند ایرانی نشون میدید. تجربه اکران آنلاین فیلم میدان جوانان سابق و بعد پرسش و پاسخ بعدش چطور بود؟ چقدر استقبال شد ازش؟ با توجه به اینکه الان خب ظرف این دو ماه گذشته تعداد برنامه‌هایی که آنلاین اتفاق میفته خیلی زیاده، من فکر می‌کردم که استقبال کمتر از اینی باشه که دیدم، ولی خیلی خوب بود. جلسه پرسش و پاسخ هم اولین بار بود که این کارو می‌کردیم. من خودم هیچ تجربه‌ای درباره این کار نداشتم، از سوال تا کارگردانی که دوستانی که صحبت می‌کردن، ولی فکر می‌کنم که همه راضی بودن و خوب پیش رفت. برنامه‌تون برای اکران‌های بعدی چیه؟ ما معمولاً دو هفته قبل از هر اکران فیلم بعدی رو اعلام می‌کنیم. ما علاوه بر برنامه‌های ماهانه‌ای که داریم که الان فقط آنلاین، امیدواریم بعد از اینکه محدودیت‌ها کم بشه دوباره به سالن‌های نمایش هم برگردیم. برنامه ماه آینده دو هفته قبلش اعلام خواهد شد، ولی ضمناً کنار این ما یک برنامه کاملا جدید راه اندازی کردیم به اسم داکیو نایت آن دیمند که در واقع مانند نتفلیکس و الان تعداد فیلم هایی که داریم محدود حدود 40 فیلمه، ولی تا آخر امسال به 150 تا 200 فیلم خواهیم رسید، فیلم مستند از ایران. و با توجه به گروهی که داریم فکر می‌کنم که استقبال از این هم خیلی تا اینجا من راضیم، امیدوارم که خیلی هم بهتر باشه. برای آن دسته از کسانی که فیلم‌های مستند رو دنبال می‌کنن، چطوری میتونن اطلاع پیدا بکنن از این اکران‌های آنلاین و چطوری میتونن عضو این در واقع نتفلیکس مستندسازا بشن؟ بله، اینا دو تا برنامه کاملا متفاوته. ما یه فیسبوک پیج داریم، facebook.com/documentary، یا یه وبسایت خودمون هست، روی اینستاگرام documentary هستیم، روی توییتر آن داکیونایت هستیم. اینجا هم میتونن ما رو دنبال بکنن و اخبار رو بگیرن. ما برنامه‌های ماهانه‌مون اعلام می‌کنیم و ضمناً فیلم‌هایی که اضافه میشه رو هم اعلام می‌کنیم در به قسمت داکیونایت آن دیمندمون، در بخش استریمینگمون. از هم از طریق وبسایت، هم از طریق فیسبوک، هم از طریق اینستاگرام. ولی من یه چیزی که می‌خواستم اضافه بکنم اینه که ما توی برنامه‌های ماهانه‌مون طبیعتاً مستندهای روز رو نشون میدیم. من یک بخشی که خودم خیلی بابتش خوشحالم اینه که میتونیم مستندهای قدیمی تر رو نشون بدیم. به عنوان مثال من الان مستندهای آقای شیردل رو همین چند روز پیش به طور کامل دریافت کردم و ظرف دو هفته آینده به سایت اضافه خواهد شد و امیدوارم که ذره ذره گنجینه خوبی از مستندهای ایرانی اونجا داشته باشیم. علاقمندان میتونن همه برن به وبسایتمون documentary.com، اونجا لینک به هر دو قسمت هست، هم برنامه ماهانه هم برنامه نتفلیکس اینجا که شما می‌فرمایید، و میتونم با یه پرداخت حق عضویت همه این فیلم‌ها رو در دسترس داشته باشم. متشکرم احمد کیارستمی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خیلی ممنون از شما.
شیوع کرونا کنسرت‌ها و جشنواره‌های موسیقی رو در بسیاری از کشورها به تعطیلی کشوند. حالا بعد از چند ماه سوت و کور، شکل جدیدی از کنسرت با الهام از سینما خودرو یا درایوین جهان تازه‌ای به جهان موسیقی داده. جان تازه‌ای به جهان موسیقی داده. دانمارک اولین کنسرت از 70 اجرای زنده موسیقی در این کشور رو به این شیوه برگزار کرده. آدرن موری گزارش می‌دهد. اینجا پارکینگ فرودگاه کوپنهاگ است، اما سرنشین‌های این ماشین‌ها قصد سفر ندارند. آنها آمدند برای تماشای کنسرت با رعایت فاصله اجتماعی. مثل درایوین یا سینما خودرو میمونه. فرکانس رادیوی ماشینتون رو تنظیم می‌کنین و از محیط امن داخل ماشین کنسرت رو تماشا می‌کنین. روی صحنه متلنگر خواننده و آهنگساز است. وقتی دانمارک قرنطینه اعلام کرد، تور کنسرت‌های اروپایی او هم لغو شد. اما همه بلیط‌های این اجرای او فروخته شده. اینجا 2500 نفر در 600 ماشین نشستند و اجرای او را تماشا می‌کنند. ماشین‌ها با فاصله 2 متر از یکدیگر پارک شدند و فقط پنجره‌های سمت چپ را می‌شود باز کرد. این تجربه برای همه جدید است. حالا که کشور داره از قرنطینه در میاد، این اتفاق خوبیه که یادمون میاد با حفظ فاصله اجتماعی چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. فعلا که خبر زیادی نیست، این فرصت خوبیه واسه جمع شدن. کنسرت‌ها و جشنواره‌های موسیقی در سراسر دنیا به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند. در این شرایط کنسرت خودروها می توانند به موسیقی کمک کنند که دوباره جام بگیرد. می دونستیم باید از شیوه‌های جدیدی استفاده کنیم و ایده کنسرت خودرو مطابق مقررات و محدودیت‌های دولت بود و تنها شانس ما بود که بتونیم مردم رو با هنرمند مورد علاقه‌شون یکجا جمع کنیم. نرم افزار زوم در این کنسرت مخاطبان را در کنار هنرمند مورد علاقه‌شان روی صحنه برده. اما تجربه اجرا در این کنسرت غیر متعارف چگونه است؟ صادقانه بگم برام یه مقدار عجیب بود، اما اینکه بخشی از تجربه جدید باشی خودش حس خوبی به آدم میده. مردم هم به نظر میاد که خیلی خوشحالن که اومدن بیرون. کنسرت خودروهای کوچکتری در آمریکا و استرالیا برگزار شده و به نظر میرسد که این ایده به زودی در کشورهای دیگر هم اجرا شود. کنسرت رفتن با ماشین شاید جای شور و هیجان کنسرت‌های شلوغ سابق رو نگیره، اما در شرایط فعلی یک راهیه که به دوستداران موسیقی اجازه میده دور هم جمع بشن و یه اجرای زنده رو به طور مشترک تجربه کنند. ادریان مری، بی‌بی‌سی نیوز، کوپنهاگن. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. این برنامه رو و برنامه قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.